سلام دوستان، فرض هستم دفیش که کانال یوتیوب من خوش اومدید. آقا من شما فکر میکردم گفتن که خب ما در مورد خیلی ماهی ها صحبت کردیم تو کانالمون و داریم همینطور صحبت میکنیم، ولی اومدم یه سری ماهی ها رو جدا کردم که معمولا عمومی نیستن تو آکواریوم و شاید اصلا خیلی نایده باشن، خیلی اصلا باشن آشنایی نشته باشن، و اینا رو توی یک سری ویدیوهایی به نام Weird Fish Keeping میخواییم به شما تقدیم کنیم. پس به اول قسمت Weird Fish Keeping خوش آمدید. خب دوستان، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. توی اولین قسمت Weird Fish Keeping میخواییم به یه سیکلید اشاره کنیم، که سیکلیدهایی که تو آکواریوم میشه نگهداری کرد، تو ایران هم چند باری اومده، قیمت بالایی داره و بهتره به عنوان یه ماهی گروهی تو آکواریوم نگهداری شه. این ماهی بچه‌ها مثل همه سیکلیدها دوست داره تو گروه باشه و توی گله‌های 5 تایی به بالا خیلی خیلی زیبا میشه و اصلا شبیه ماهی آب شیرین نیست، در حالی که مال دریاچه‌های آفریقا هستش، ولی اصلا شبیه ماهی آب شیرین نیست و آره دیگه اصلا شبیه ماهی آب شیرین نیست ولی ماهی آب شیرین هستش. این ماهی نیست به غیر از سیکلید منارمبو، یکی از بهترین سیکلیدهایی که میتونه تو آکواریوم نگهداری کنه، قیمت بالایی داره. نمیدونم دقیقاً رنج قیمتش چطوره الان، مثلا نمیدونم هست یا نه، ولی فکر کنم مثلا دونه 2.5 اینا مثلا اون زمان من قیمتشو میشیدم و خدا خیلی دوستش هم داشته باشم، ولی یه گلهشو نگهداری ازش شده گیو مثلا 20 میلیون با پول سیکلید مناره مبود تو آکواریوم و خیلی استایل باحال داره، اصلا شبیه سیکلیدا نیست، یکم بدن پهن‌تری داره تو که تو ویدیو میبینید. و بچه‌ها این ماهی اصلا یه مدت فکر می‌کردم منقرض شده، یعنی به شدت در خطر انقراض، و علت این در خطر انقراض بودنش هم چند تا نکته بیشتر نیست. کلا موجوداتی که در خطر انقراضن، یکیشون از بین رفتن زیستگاهشون، یعنی مثلا اومدن مثلا نمیدونم ساخت جاده سازی شده، نمیدونم تو اون زیستگاه، یا مثلا رودخونه سد زدن، یعنی هر چیزی که هستش، یعنی اون زیستگاه به هر دلیلی اومده نابود شده، اینا جمعیت ماهی رو کاهش میده. دو، معرفی، یعنی یه سری ماهیایی هستش که مال اون زیستگاه نیستن و میاد نابود میکنه. سیکلید منارمبو به خاطر سیکلید تیلاپیا در خطر انقراض، چون تیلاپیا واقعا نابود میکنه اون زیست بومی که واردش میشه، و تو ایران هم همین داستان داریم، سیکلید ایرانی تو خطر هستش به خاطر تیلاپیا و رشد زیادی داره، تخریزی زیاده، سریع تکثیر میشه، به خاطر همین داستان منارمبو در خطر انقراض هست. اینا فهم کردن کامل منقرض شد تا یک دستشو توی قسمتی میبینم متوجه شدن که منقرض نشده. بچه ها اگه روزی خواستین سیکلید منارمبو نگهداری کنین، فکر کنم میدونی که یه سری ماهی اصلا طبیعت منقرض شدن یا در خطر انقراض، ولی تو آکواریوم به وفور یافت میشه، مثلا شارک دم قرمز تو طبیعت در خطر انقراض فکر کنم اصلا منقرض شده، دقیقا نمیدونم، ولی تو آکواریوم به وفور هستش و اینا که تو آکواریوم کپتیو برید میشن نمیتونن توی طبیعت رها کنن، چون اصلا شرایطشون به هم نمیخوره. سیکلید منارمبو اگر احیانا مثلا خریداری کردین یا خواستین نگهداری کنین یا گیر آوردین، این ماهی مثل بقیه سیکلیدا بستر شنی نرم میخواد، دکور چوب و سنگی بهتره، و آرزو به خدمتتون که یه سری گیاهای تلخ مزه میتونید تو آکواریومش نگهداری کنین و ترجیحاً گله خودش باشه و بیس غذاش هم مثل همه سیکلیدا، بیس مثل سیکلیدای آفریقایی، بیس پروتئین گیاهیه، به خاطر گفتم اون طولانی بودنه دستگاه گوارششون، اصولا نباید شما غذاهای پروتئین بالا بدین، باید فیبر بالا داشته باشه که غذا بتونه به علت وجود اون فیبر توی دستگاه گوارش به خوبی حرکت کنه، و اگر خواستین این مایه نگهداری کنین حتما غذای بیس پروتئین سبزیجات بهش بدین، خیلی خوب میتونه نگهداری کنه، فوق العاده ماهی زیبا و خفنی هستش. خب دوستان، امیدوارم که از معرفی این مایه لذت برده باشین، اطلاعات کلیش همین هستش، یعنی اطلاعاتی که شما لازم بدین برای نگهداریش همین هست، شناساییش هم که مشخصه، ظاهرش هم که دیدین بسیار ماهی زیباییه، بیشتر شبیه ماهی آب شوره و کمتر کسی شاید تو آکواریوم دیده باشه یا مثلا نگهداری کرده شو ازش، به علت قیمتش و نبودنش تو ایران، و حتی که کلا ماهی کامنی نیست که همه نگهداری کنن، مثلا گوپی و کسی که آکواریوم نداشته باشه میشناسه، ولی این ماهی رو نه. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرین، کانال ما رو سابسکرایب نکنید حتما دکمه سابسکرایب بزنید که ما این کارو ما رو خیلی حمایت می‌کنید. فرض اصلا دفیش که ببر.